سلام در خدمت آقای دکتر بزن بهادور کوه مرام و معرفت لنگر استراتژیکی قایق در هم شکسته نظام هستید مرحوم ابوی به من یاد دادن که تو بحث استراتژیکی همینطوری که خودت هم اشاره کردی عین قابلمه باشم که خودشو رو سیا میکنه تا بقیه رو سیر کنه نه مثل بعضی که بقیه رو سیا میکنن تا خودشون سیر بشن آیا دکتر من کوچیک شما بزرگ اصلا من توپ پلاستیکی شما توپ فینال جام جهانی من دمپای انگشتی شما کفش هوشمند آدیداس شربنده تا من کوچیک آقایان شما نایس تو میت یو من کته شما بیف استراگانوف ما بوی جوراب شما اتکلون آزارو ما هر 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 شما تبسم دلنشین دوست باید اینطوری باشه آینه قدی مرام رسمش معرفت کردارش جلای روح بی مقدمه روی سخنم با رئیس جمهور نظام الهیمون حسن روحانیه دلم میخواد که خوب اون گوشاتو باز کنی شیخ حسن میتونی هر روز صبح بری جلو آینه دستی به ریشت بکشی و مثل میشه یه لبخند مشنگی بزنی و به خودت بگی روز تازه است. اما روزگار از این قرتیبازی خوشش نمیاد مونه که انصراف دادیم سبد کالامون رو که نگرفتیم بنزینم که لیتری هزار تومن میخریم گوجه فرنگی هم کیلو شیش هزار تومنه نونم که گرون آقای روحانی تعارف نکنی یا مشغول زمه اگه پول دستی بخوای و نگی اگه نگی نامردی ساب کو میرم بابا پارو گذاشتی رو گاز ویلاج میدی پیاده شو من بشینم پشت رول چه خبره اول برنامه یه جوری حرف میزنی که انگار مثلا مقام عظما و شیخ فری و 16 آذر و اینا با دک و پوز سالم ازش رد شدن حالا باید بیاد فکر نون و گوجه فرنگی و این چیزای دوزدی رو بکنن ناکس نخیر شیش هزار تومانی به هیچ که نمیگم آدم بی معرفتی هست چی؟ چون بی ها که آدم نیستن <تصفح> صفا صفای کرم خاکی نه به خاطر کرم بودنش به خاطر خاکی بودنش <تصفح> روشن شد یا همچی بزنم که بری تو خواهد روشن شد دکتر گفتین شونزه آزر دکوپوز و فکوفو که مقام ازما خورده آیه دکتر خوردنی ورزش های رزمی کار کردی؟ بله بله آشنام خیلی خوردم ها تو بوکس مش به پشت سر فوله ولی این آپرکاتی که مقام ازما خورده صاف خورده تو فک این که حالا چرا گاردشون باز بوده بماند و بحث مذاکرات و اینا تو جدو وقتی که طرف قفل میکنه دست تو یا وقتی که داری خفه میشی دنیا برات سیاه میشه میزنی دو شک، سه بار پشت سر هم یعنی چی یعنی نگه دار پیاده میشه نه یعنی غلط کردم با هفت جدم ولم کن کشتیم بابا اه تو کشتی وقتی که سر تحت یکی میکنن تو سرت میچسبه به پات تو فقط یه زانو میبینی که خیلی هم آشناست چون زانوی خودته ولی همه دنیا دارن یه وقت برگشته مچاله شده ای که ظاهرش اینه که داره مقاومت میکنه که ضربه نشه ولی تی دلش میگه بذار ضربه فنی بشم این آبروریزی تموم بشه یعنی آیا دکتر میخواین بگین که مقام عزبا حریف دانشجوان نمیشه؟ مقام عزبا هیچ کتاب از این چیزایی که گفتم نیست بله بله ترکیب همه با همه مش تو فک زانو جلوی چشم دست مچاله شده دور گردنش همینجوری اردنگی اینام هم دارن بهش میزنن و فنی و غیر فنی و تنه و منه از چپ و راست آقای دکتر روحانی تو هم که دکتر کردی علف خرس بگو موچم سوالت یادت داره تا یه چیزی سر این دکترهای کشککی که بعضی ها میبندن به دنبشون برات بگم بگو موچم دکتری به جسم و پوز و عداعتفار و یه حرفا نیست دکتری واسه که تو ذات آدم باشه بله او همیشه میفرمودن با دور عرض می کردم بله میفرمودن که مارک لباس تو به رخ نکش به جنس لباس نیست که به ذات آدمه وگرنه گاو لباسش صد در صد چرب خالصه روشن شد یا همچی بذارم که لباست خالص بودنش بیفته روشن شد آی دکتر موچم رو میشکنم روحانی بالاخره با هر بدبختی بود رفت دانشگاه صحبت کرد حالا کار ندارم اونجا چی بهش گفتن که تو تحمل این برنامه نیست که بگم ولی یه نامه داریم که تأکید کرده شناخته نشه با حرف اختصاری ار ار گفتی خب از همون ارش که معلوم شد احمد رضا رادان دیگه بله نوشته از وقایع 16 خیلی خوشحالم درسته که خدا تو پوز عزما ولی تو حوزه ای من نبود ما تقسیم کرده بودیم من بیرون دانشگاه بودم نقدی احمق و فرستادیم تو من نمیدونم هدف خدا از خلقت او قورباغه ار چی بوده یا شده هدف خاصی نداشته اون موقع یا خاک اضافه اومده بوده یا نسخه آزمایشی بوده که بعدا تو خلقت آدم اشکالش رو برطرف کردن به حال از این احمقتر اون نقدیه که فرستاده بودنش تو هزینه ها رو از اون گرفتن که رفت تو برای بی همیشه می فهم بزن از بهادر عرض می کردم بله بودن که خصیصه به پسرش گفت وقتی میخواد با کسی بری سینما داخل سینما باش قرار بذار تا پول بلیطش رو خودش حساب کنه پسری که از این اون طرف تر بود گفت پس پول بلیت من رو کساب کنه <applause> آیا دکتر روشن شد یا برات بلیت بخرم ای دکتر این دفعه از بس روشن رو میکنی میسوزم ها. آیا دکتر دم و دستگاه آقای روحانی گفته بودن امسال کاری رو که رادان با تیر و توفنگ نتونست جلوش بگیره ما با زبون جلوش میگیریم اما نتونستن ظریفم رفت دانشگاه که آیا دکتر خبر تکان ای از پشت صحنه مذاکرات داریم لطفا پخش و لطفا پخش کنید خبر خب مذاکره کار دشواریه پایین و بالا هاین و بالا پایین و بالا پای حرکت زیگزاگی و نامنسجم کار دشواریه حالا بهش میگن وقت کشی بهش میگن تعارف بهش میگن دو پهلویی بهش میگن چانه زنی بازاری هر چه بهش میگن خب مذاکره کار دشواریه لطفاً خبر رو ادامه بدید لطفاً پخش کنید معظم رهبری فرمودن مذاکره رو در روی دو جانبه و سه جانبه و پنج جانبه و شش جانبه و هفت جانبه یعنی چی عکس بم کشیدن خط کشیدن یعنی چی تنها راه برخورد با موضوع ای ایران سب کو میرم ناکس من تو رو تکی با یه تک استاد روشن میکردم ولی الان خاموش کردنت کار سه چهار نفره الان قصد بدی نداشتم، فقط خواستم در عمل نشون بدم که تاثیر ناگوار زر تا کجاست و چه بلایی سر آدم میاره ضربات شما که سهله هفتاد و چهار ضربه رو هم به جون خریدم تو مله عام که همینو نشون بدم ولی های دکتر این ظریف اول که میرفت مذاکره خیلی حرفای گنده گنده میزد من فکر میکردم به عثمان میگه چخه ولی با یه خورناس دلواپسا انگار بهش گفتن هوش اون موقع کنار خانم اشتون هنوز تو پوزش نخورده بود فکر میکرد که مذاکره کجاها میبرتش مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادور عرض میکردم بله میفرمودن که سگه قند مشنگه رو خورد مشنگ ما دعواش کنه گفت چخه سگه یک واق واق بلندی کرد مشنگ ترسید گفت واسه قد نیست ترسیدم دندونات خراب بشه <applause> آیا دکتر میخوام از شما خواهش کنم این ظریف بدبخت تو سری خوده رو هیچ وقت قلبش رو نشکنین چون فقط یه قلب داره قشنگ بزن اون دندونا شو بشکم که سی دوتا تا داره سب که بیرم تا هم همی جیری برای من اردش میدی برای اون مبوی همیشه میفهودم بزن باهادور عرض میکردم بله میفهودم که یارو رفت به گارسونه گفت همون غذای همیشه گی هم برگشت گفت خفه بابا به آدم بگو چی میخوای بخوری دیگه دکتر همه امیدم به تو بود اصلا تنها دلیلی که باعث شده نرم خارج زندگی کنم اینه که رام نمیدن و نه با کله میرفتم با کله برو با جام کن آید دکتر شما با اون استراتژی استراتژی که به نظام به خاک سیاه من نشوندم که پس کی نشوند اگه تو کجا